در این بخش برنامه هم همکار ما شبنم امینی به سطح شهر رفتن و گزارش دارن. شبنم سلام، صبحت بخیر. سلام بر شما، سلام به بیننده عزیز. امید که صبح به خوبی و خوبی آغاز کرده باشن. امروز هم به گزارش شهری ما در قسمت سر زیرزمینی البته که نمایشگاه کتاب است آمدیم، در رابطه با اینکه این نمایشگاه هدفش چی است و میشه یک گپ هم یادآوری کنیم که این نمایشگاه 3 روز قبل آغاز شده بود در مکانهای متفاوت. بیشتر میریم با کسی که این نمایشگاه را برگزار کرده با اونا صحبت می داشته باشیم در رابطه به هدف برگزاری اینا. سلام، روز بخیر. علیکم سلام، زنده و سلامت باشین. میشه نامتون رو بگوین، خدا معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یحیی سلاس، مسئول ناشران کتاب فروشان خصوصی ریاست انتشارات بیعتی وزارت اطلاعات فرهنگ. خب، در رابطه با این بگوین که هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب چی است؟ میشه معلومات بتین چقدر ناشراست سنده ایجا کتابایشون رو به نمایش گذاشتن؟ نمایشگاه قرآن کریم کتاب به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان برگزار شده. دیگه اشتراک کننده ناشرا کتاب فروشای خصوصی هستن، تقریبا بیشتر از 200 ناشر کتاب فروش اشتراک کردن و کتاب های که آورده شده کتاب های مختلف از علوم دینی است، علوم عصری است. این هزارهای نان کتاب است که توسط ناشرا کتاب فروش ها به خاطر فروش و نمایش و نمایشگاه آورده شده. خب، در رابطه با این همشو صحبت داشته باشین که این نمایشگاه شما گفتین به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان است، چند روزه است، میشه در رابطه با این معلومات بتین؟ فکر کنم در مکانهای متفاوت بوده. بله، نمایشگاه برای مدت 5 روز بود که ما دو روز شد روبروی هتل سیرنا در پارک زرنگار اونجا داشتیم و متباقی 3 روز دیگه در این موقعی که فعلا هستیم سر زیرزمینی همونجا باشیم. خب، یعنی هدف چی است که باید مردم بر علاوه که ماه مبارک رمضان است مردم مطالعه را بیان بکنن، میتونن کتاب های گوناگون خریداری کنن؟ بله، میتونن مردم بیان به خاطر مطالعه. ما جو موقعیت مناسب برای مطالعه هم تنظیم کردیم. روبروی اونجا کتاب فروشی بیاقی است، اونجا جو مرکز مطالعه هم برشان تنظیم کردیم. کسی که میشه 1 ساعت و نیم ساعت که مطالعه هم اگه میداشته باشه در اونجا میرن و ضمن از این کتاب هایی که مورد ضرورتشان باشه میشه که از نمایشگاه خریداری کنیم. زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه در رابطه به هدف این برنامه معلومات دادین. تشکر از شما. خب، بیننده های عزیز، قسمی که شما دیدین هدف این نمایشگاه به فرار رسیدن ماه مبارک رمضان است. حال هم یکی از استادای جا هستن که مصروف تنظیم کردن کتاب هستن. بیشتر با اینا صحبت می داشته باشیم در رابطه با کاروبار، در رابطه با رونق ای که آیا کتاب در این روزا رونق داره، بازار فروشش چگونه است، میشه صحبت داشته باشن. سلام، روز بخیر. سلام، اول سلام خدمت شما تقدیم بود. عرض سلام، غوث‌الدین کمال‌زاده هستم، مدیر بخش نمایشگاه ریاست انتشارات کتب بیهقی وزارت اطلاعات فرهنگ. خب مدیر صاحب، اگر میشه مستقیم به کامرا نگاه کنین و سوالایی که میکنم جواب بدین تا بیننده‌های عزیز ببینن شما را و همچنان سوالایی که میکنیم جواب را معلومات حاصل کنن. در رابطه با بازار فروش کتاب بگوین که در 3 روز که نمایشگاه برگزار شد چگونه است؟ این نمایشگاه به خاطر فرار رسیدن ماه مبارک رمضان میشه که کتابایی که نو چاپ کردن به نمایش گذاشتن، خصوصا خود ریاست ما که ریاست انتشارات کتب بیهقی است، یک تعداد کتابای قرآن کریم به انواع مختلف با رنگای و دیزاین مختلف و کاغذ بسیار خوبش ما چاپ کردیم. به خاطر ماه مبارک رمضان این نمایشگاه را برگزار نمودیم. خب، در رابطه با بازار کتاب هم میشه بگوین که مثلا در 3 روز که نمایشگاه در مکانهای متفاوت در نقاط مختلف کابل برگزار شد چقدر خوب شده؟ مردم میاین کتاب میگیرن، چگونه است؟ وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست انتشارات کتب بیهقی همیشه در صدد زمین است کمی برنامه های نمایشگاه کتاب را بگیرن تا جوانان رو به کتاب بیارن و زمین کتابایی که مورد نظرشان استفاده کنن و همچنان یادآوری کنیم که در این 2 روز که ما نمایشگاه گرفتیم علاقمندان زیاد در این نمایشگاه آمدن و از کتابایی که ضرورت داشتن خریداری نمودن.
یعنی برگزاری نمایشگاه‌هایی که مثلا کتاب فعلا در سال روان که سالم به پایان میرسه برگزار شد، به نظر شما چقدر مفیدیت داره؟ آیا میتونه که فرهنگ مطالعه را در بین جوانا و نوجوانا رشد بده؟ ما پیشتر یادواری کردم که وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست انتشارات کتب باقی همیشه در صدد زمین است که همی برنامه نمایشگاه را به سطح مرکز و ولایت برگزار نماید. امسال بهتر برای شما معلوم است که بیشتر از 20-25 نمایشگاه ما گرفتیم، خاص به خاطر اینه که جوانان بیاین رو بیارن به کتاب و کتابخانی عادت پیدا کنند. در رابطه با کتابایی که شما اینجا به نمایش گذاشتین میشه معلومات بتین بیشتر کدام کتابا را میان میگیرن؟ به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان مردم علاقمند بسیار کتابای قرآن کریم باشند که ما با شما اینجا ببینین با دیزاین مختلف کتابا چاپ کردیم و به دسترس هموطنان قرار دادیم. خب یعنی نظر به ای که مردم علاقمندی دارن بگیرن، بر علاوه قرآن کریم که ای خوب باید گرفته شود و خوانده شود در ماه مبارک رمضان و دیگه ماها که فرض است که بالای ما باید ما بخوانیم، دیگه کدام کتاب را مردم میان علاقمندی دارن؟ میشه استاده شوین و اموجا نام شو بگیرین؟ شما امکان از طریق تلویزیون میتونید که تمام کتاب را فیلمش را بردارین. این کتاب های تاریخی است، فرهنگی است، چون جوانان یا هموطنان عزیز به کتاب های گوناگون علاقمند هستند. امروز ما شما بدهیم به هزارا نو کتاب در اینجا گذاشته شده و کتاب هایی که تاریخی است، فلسفه است، اجتماعی است، اینجا بخواد به خاطر این نمایشگاه را ما گرفتیم که تا مردم بیاین از این کتاب هایی که ما چاپ کردیم و ناشرین چاپ کردن بیاین خریداری کنن و کوشش کنن که جوانان ما همیشه با کتاب رفیق باشن و کتاب رفیق خود بدانن. از اینکه در امرای موبایل و تمام رو سرکار دارن، بهترین کتاب است که کتاب از می کتاب استفاده کنن و حتی به خانه خود اگنواری به کتاب داشته باشند. خود کتاب سرمایه برای جوانان است، نه ای که تمام روز در موبایل و تمام روز مشغول با موبایل باشند و در بعض فیسبوک ها. بهترین چیز کتاب است. زنده و سلامت باشین. تشکر شما. زنده باشین. بدون شک کتاب سرمایه زندگی هر شخص است. البته هر کسی که مفهوم کتاب و کتاب خواندن داشته باشه در ذهن خود. خوب سلام، روز بخیر استاد. علیکم سلام. زنده و سلامت باشین. میشه نامتون رو بگوین، خود معرفی کنین؟ محمد ظریف هستم، صاحب امتیاز انتشارات نویسا. خب در رابطه با بازار کتاب بگوین که بازار کتاب چگونه است؟ مردم علاقمندی دارن بیاین بگیرن؟ علاقمندی به کتاب در مجموع در کشورهای جهان سوم ضعیف و کم است، اما تقریبا در دو سال اخیر کتاب رو به رکود رفته، ارزش کتاب کاملا کم شده و دلایل هم داره که عدم فعال بودن پوهنتون هاست و دیگه علاقه مندی مردم به کتاب کم شده، اقتصاد مردم پایان آمده و در مجموع باز ناشرا دین خود ادا کردن در این عرصه، توجه میکنن که کتاب های خوبه، کتاب های عالی را در خدمت مردم ارائه بکنن، چاپ بکنن، نشر بکنن و حداقل همی فضای فرهنگی فکری جوانان دوباره سازی بکنن، حداقل ذهنیت بتن مردم که کتاب از هر شرایط بیاید باید کتاب خوانده شود، کتاب مطالعه شود و همین کتاب است که جامعه را به شکوفایی میرساند. دیگه انتشارات نویسا در مجموع در طول سالهای اخیر و سالهای قبل کتاب های خوب و عالی را نشر کرده و خدمت دوستا و علاقمندان کتاب قرار داده. خب استاد در رابطه با این بگوین، شما گفتین که فرهنگ کتاب خواندن و ای که مشکلات که کتاب فروش ها داره و بازار فروش ها نیستن و همچنان در رابطه با این بگوین برگزاری چنین نمایشگاه ها که از سال روان تا فعلا جریان داره که پایان سال است، به نظر شما مفید واقع میشه به خاطر ای که بالاخره فرهنگ کتاب خوانی بین جوانان رشد پیدا کنند؟ بله، البته در کل امی نفس برگزاری نمایشگاه نیک است و به خاطر که مردم افغانستان در مجموع با کتابخانه کمتر سر کار دارن،
نمایشگاه را انتشارات کتاب بیهقی دولتی در همکاری با انتشارات های خصوصی کوشش کردند که در ساعات عمومی، در چارایی ها، در ساعات مکان های باز و سرسرک بگیرند، چرا که مردم اگر یک نمایشگاه در یک مکان محدود در یک سایه دورتر و فضای باز بسته برگزار شود، مردم اشتراک نمی کنند. بنابراین در تفاهم با هم کوشش کردیم که یک کار بکنیم که امی کتاب در دمروی مردم قرار بگیره، در مقابل مردم قرار بگیره، تا مردم با اونا با کتاب اونس و علاقه بیشتر پیدا کنند. خب بر علاوه که شما کتاب می فروشین، آیا علاقمندی دارین گاه اوقات به خاطر ای که امیجا بشینین و کتاب بگیرین به دست مطالعه کنین تا باعث شوه که انگیزه به دیگران پیدا شوه و هموطنان من بیاین کتاب بگیرن؟ بله البته مطالعه خو جز از اساسی ترین کارهای یک فرد است، همونطوری که بدن انسان به غذا ضرورت داره و انرژی ضرورت داره، مغز و اعصاب به کتاب و به مطالعه و به ورزش ذهنی کار داره، که با می کتاب میتونیم که ذهن خود همیشه فعال نگاه بکنیم، رشد بتیم و در جهت ترویج شکوفایی هم واسه پیشرفت زندگی و ترقی شخصی و هم اجتماعی استفاده بکنیم. زنده و سلامت باشین. تشکر شدیم از شما. زنده باشین. قسمی که بینده های عزیز شما بیننده هستین، ما در نمایشگاه کتاب هستیم که در یکی از خیابان های شهر کابل برگزار شده. یکی از برادران ما ایجا هستن، بیشتر با اینا هم صحبت می داشته باشیم در رابطه با ای که نظرشون به مطالعه کردن چی هستن. سلام، روز بخیر. سلام، روز شما بخیر. ما اینجا یک نمایشگاه از طرف اطلاعات و وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظیم کردن. ما به خاطر کتاب ها را آوردیم به مردم نمایش بودیم که مردم علاقه و روی بیارن به کتاب خواندن، چون یک جامعه وقتی فرزانگی میابد که مطالعه کاری روزانهش باشه. میگه وقتی که جسم انسان وقتی پرورش میاد که بدون مادر پرورش نمیابد، وقتی کتاب روی انسان هم بدون کتاب پرورش نمیابد، چون کتاب یک چیزی است که ما همیشه باید علاقمندش باشیم. بهترین رفیق و دوستمون کتاب باشه. ما مردم را تشویق به کتاب خواندن کنیم، چون همه راهنمایی را برای ما و شما در جامعه کتاب میکنیم. خب به نظر شما که یک ناشر هستین و کتابایتون به نمایش گذاشتین اینجا، بر علاوه که وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه ها رو برگزار میکنه به خاطر رشد مطالعه و کتابخوانی، باید دیگه چی انجام شود؟ به خاطر که بسیاری از مردم هستن، هموطنانمون گاه اوقات مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر واقع میشن، نمیتونن به نمایشگاه ها رو هم سر بزنن. به نظر شما چی راهکار، چی برنامه روی دست گرفته شود؟ میشه مستقیم به کمره ببینیم تا امو گفایتان بینده های عزیز به طور مستقیم بیننده و شنونده باشه. در زمینه که اطلاعات فرهنگی نمایشگاه را برگزار بینه، بخاطری که شهروندان ما و شما با کتاب آشنایی پیدا کنن، سطح مطالعه بالا شود، چون برنامه های دیگه هم هست که میشه که انشاءالله امارت اسلامی که زمینه کار و زمینه تحصیل و زمینه که موانعی که دخترها فعلا در مکتب اجازه ندارن، این موانع ها اوسو شوه، انشاءالله که جامعه ما و شما با کتاب بسیار علاقه‌مندی پیدا میکنن. واقعا اطلاعات فرهنگ باید در زمینی که نمایشگاه را برگزار میکنه دیگه کارها را روی دست بگیره، کارهای فرهنگی اجتماعی در جامعه. یک جامعه زمانی که با کتاب و فرهنگ و قلم و کتاب سر و کار نداشت، اون جامعه رو به تاریکی و رو به بدبختی و رو به عقب نشینی میره. ما و شما باید کوشش کنیم، هر فرد مسئول است که در این جامعه اکتفا به خود نکنه، میتونه که به مردم، به جامعه، به هم اگه تلاش کنن که کتاب و کتابخانی را رونق بدن، که مردم آگاه شوند از اجتماع، از فرهنگ، از همه چی آگاهشان میشه که ما و شما به یک زندگی خوب و یک برادرانه و دوستانه در این جامعه زندگی بکنیم و این جامعه رو ما و شما نسازیم، هیچ کس نمیسازیم. وقتی که ما و شما ساختیم این جامعه از چی طریق میسازیم؟ ما خود کتاب خواندیم، آگاه میشیم که یعنی گپ از چی قرار است در این جامعه، چی جامعه و چی نیاز داره، با آداب اخلاق رفتار کلی نمیگه، موضوعات رد به نمی کتاب داره. وقتی که ما ببینید شما در دیگه کشورها، مثلا کشورهای همسایه ایران،
وقتی در کتاب فروشیش می روی از بس که مشتری است هیچ جایی نمی روی که تو یک کتاب ببینی که اینمی کتاب مثلا چی موضوع در سر بسر هر کس می بینی که خریداری کشه. ولی ما در افغانستان در کتابخانه می روی از کتابخانه که در جای خلوت به مشتری هیچ کس نیست. پس ما توقع داریم که از همین جامعه ما چی کنیم توقع داشته باشیم که اصلاح میشه. خواهش میکنم باعث یک شهروندی افغانستان که از تمام جامعه و هموطنان عزیز که به کتاب و کتابخانی روی بیارن انشاءالله که کتاب برای ما و شما راه را نشان میده. ما بهترین دوست و رفیقمون کتاب است که اینی زنده باشه. کتاب بسیار کتابی عالی است و دوست و رفقا و همشهریان معرفی میکنم از این کتاب منصرف میشم. بزرگان اسلام زنده و سلامت باشه. خب واقعیت است که باید یک جامعه قلم و کتاب داشته باشه. زمانی که قلم و کتاب نداشت او جامعه در حال رکود است. این بود گزارش شهری امروز ما و ما وقت واگذار میکنیم به همکار ما و استیدیو تا گزارش دیگر باز هم که من به خدمت شما قرار میگیرم. الله نگهدار شما.